سلام اینجا خودکسته یه پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام امروز اپیزود 179 ماست درسته درسته بله و فرزادم نیست دوباره نیست دیگه ام... چی میخواستم بگم آها ما یه سری تعداد زیادی مسج گرفتیم که چرا از جاهایی که قبلا میتونستیم بشنویم دیگه نمیاد و تو اپیزود 172 بیشتر نیومده و کلی چیزهای دیگه من گفتم ما سرورمون رو عوض کردیم و اگر که حالا از جایی میشنیدید بغیر سام کلاود هر جایی که دیگه هست به ما یه مسج بزنید من لینک جدید رو برای شما میفرستم و این مشکل رو حل میکنم کار دیگه هم بکنید چرا یه سرچ اگر که بکنن احتمالا یه خودکست دیگه اومده باشه و جایگزین کرده باشه خلاصش اینه که ما توی همه این پلتفرما داریم میذاریم اگه میبینید که آپدیت نمیشه شما روی لینک سرور قبلی هستید یه بار دیگه سرچ کنید یه لینک جدید میاد اونجا دیگه همه اپیزودا هست آره و ما هم هنوز به قول کارون هفته پیش گفتش دیگه گفتی چی گفتی زنده مورده داریم هفته دو تا اپیزود میدیم 600 ما بیفته اینجا دو تا اپیزود هفته داره بیاد آمین بعد بریم سر اپیزودامون آماده زی... نشیم بگیم ما چیکار کنیم با ما بریم آره نشستم برات فیلم دیدم بگو اینم چی میخوای بگی این هفته <applause> میخوایم راجع به یه مفهومی صحبت کنیم که شاید فلاسفه بهش پرداخته باشن دوباره شروعش شروع این مفهوم جالبیه بهش میگن انگلیسیشو میگن برین این وات وات میشه خمره یعنی مغز توی خمره, خمره یا شیشه حالا شاید خیلی با این مفهوم آشنایی داشته باشن ایده اینه ایده رو بگو آره ایده اینه که ما ممکنه این آدما نباشیم حالا من تو اپیزود قبلم یه اشاره بش کردم ایده اینه که ما ممکنه مغزایی باشیم که توی شیشه است و به این مغزا یه سری سیگنال میرسه مثل سیگنال هایی که حالا اندام های ما به مغز میفرستن یعنی مثلا من این مبلو رو مثلا حس کنم حالا پوست دست من با این تماس برقرار میکنه این سلولای عصبی دست به مغز پیغام میفرسته که مثلا من دارم یه چیزی چیزیو چرمه آره گرونه چشمم هم مثلا میگه این مشکیه خب تمام این سیگنال ها ممکنه شبیه سازی بشه و به مغز فرستاده بشه بدون اینکه جسمی در کار باشه ایده اینه خب حالا یه ذره بریم جلو ببینیم اصلا ایده کجا اومد و به چه معنیه و از این داستان ها برو ببینیم با یه سوال شروع میکنم ولی تو جواب نده سال بخواستی هم جوابش نمیدونستم بگو تا حالا شده که یه خواب ببینی و خیلی خیلی واقعی به نظر بیاد این جواب کل سال نبود آره 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 و داستان که ما تا وقتی که از اون خواب بیدار نشیم هیچ راهی نداریم که بدونیم خواب بودیم یا نه تو وقتی توی خوابی نمیدونی که توی خوابی کنی واقعیه بله من. من شده یه وقتی... موقع ای... میدونم بعضی موقع میگم بذار ادامه بدم فقط میتونم خوابم ولی بذار من هم یه وقتایی میدونم که خواب حالا ولی داستانی که کل اه... ابزود ریخ به هم نه ببین داستانی که هیچ راهی نداری که بفهمی حتی اگه این زندگی که ما الان داریم هم خواب باشه کلش اه. کلش خواب باشه تو نمیتونی هیچ راهی نداری که بفهمی خوابه حالا ببینیم زد جلوتر یه ذره از رن دکارت, دکارت صحبت شو. کنیم که احتمالا همه جمله معروف ایشون رو شنیدن که میگه می اندیشم پس هستم یا فکر دارم پس وجود دارم دکارت کی بوده فیلسوف ریاضیدان دانشمند فرانسوی بوده اون هندسه تحلیلی که ما تو دبیرستان خوندیم شما نخوندید ایشون معرفی کردن هندسه تحلیلی رو در واقع کاری که کرده این بود که جبر رو وارد هندسه کردن و اصلا از اونجا به, بود، به بعد بود, که ما x و y و z رو برای نامعلوم مثلا a و b و c رو برای مقادیر معلوم برای متغیرهای معلوم به کار بردیم توی ریاضیات ایشون رو پدر فلسفه مدرن میدونن و میگن که اگه شروع فلسفه رو ما قرن شیش قبل از میلاد بدونیم و اوجش رو قرن دو قبل از میلاد با حضور فلاسفه یونانی قبل شروعش رو که بدونیم؟ شیش قبل میلاد و منفی اوجش شیش. اوجش منفی دو که افلاتون ارستو و اه... حالا سقرات افلاتون و عرستو بدونیم میگه تا پایان قرن 16 میلادی خیلی پیشرفت چشمگیری نبوده تو فلسفه تا قبل اینکه مثلا دکارت بیاد بعد در اصلی که دیکارت زندگی میکرده تمام فعالیت فکری اروپا تحت سلطه کلیسا بوده آلو. توی همون دوران ها بوده که تو همون قرن 16 که کپلر میاد مدارهای بیزی شکل رو کشف کرده آقای اینا توی یه مدار بیزی شکل میچرخن تصور کردم و فرن... من میگفتم که چیه هره. تصور کردم فرانسیس بیکن روش علمی خودش رو برای کشف پدیده های ها ارائه کرده گالیلا هم که همه میدونین داستانش رو گفت آقا منظوم شمسی خورشید محور زمین محور نیست یه سری بزنیم به استرولوژی که هنوز فکر میکنن ما زمین محوری ما اینا کاری نداریم اینو تو قرن 16 بچه‌ها فهمیده بودن جالب همه اینا چون مفاهیمی که معرفی کرده بودن مخالف باورهای کلیسا بوده مجبور شدن تعدیل کنن یا عوض کنن آرای خودشون رو یعنی اونجوری که باید داستان گالیله رو خب همه میدونیم دیگه تا شونش از دست میاد سر این داستان اینا مجبور شدن که ایدای خودشون رو عوض کنن دکارت هم اون موقع در واقع یه کتاب فلسفی نوشته بوده که اونم مجبور میشه اون موقع مثلا نشرش نده به خاطر همین داستان گالیله یه سری از مدل فکری دکارت بیشتر بدونیم سعی داشت جهان رو با دستورات ریاضی و فیزیکی تفسیر کنه من بگم خیلی تیکایی که از توی این قسمت من به دکارت میگم از کتاب گفتار در روش درست راه بردن عقل ترجمه محمد علی فروغیه من قبلا هم تو همین پادکست به این موضوع اشاره کرده بودم حالا امروز چون دیگه مختص دکارت من از این کتاب خیلی قرض گرفتم این جملاتی که میگم و اینا رو خیلی سعی داشت دنیا رو با دستورات ریاضی و فیزیکی تفسیر کنه یعنی چی خیلی جالب میگه که علم جز حاصل عقل چیزی نیست و میگه که همچنان که عقل یکیست علم هم پس باید یکی باشه. باشه. یکی بیشتر نیست و از اونجایی که علم در واقع یکیست پس راه کسب اون هم باید یکی باشه سقر و کبرا اینجوری میشه. یعنی همون روش ریاضی خب ولی منظورش این نبوده که علم منحصرا ریاضیات باشه میگه داستانی که تا اون موقع ظاهرا تحقیقات علمی که انجام میشده توی امور طبیعی بیشتر کیفی بوده یعنی کمی نبوده آفرین کیفی بوده و کیفیت و چگونگی حالا وقوع پدیده ها رو میومده بررسی میکرده دکارت میاد بنا رو به این میذاره که توی اون وقایع طبیعی هم که حالا تحقیق روش انجام میشه کمیت رو وارد کنید کمیت اندازهگیری x و y و زد عدد بدید مشخص باشه این توی علم اون موقع انقلاب محسوب میشده خب الان مثلا برای ما خیلی جا افتاده و خیلی واضحه که آقا چون تحقیق اگه روی روانشناسی هم انجام میشه تهش باید یه سری داده جمع آوری بشه این داده به صورت آماری باید بررسی بشه یه در واقع تا... تایید بشه اون فرضیه که داشتن آده. به صورت آماری یعنی الان دیگه هیچ مقاله نیست که بیرون بیاد و چیز ریاضی توش نباشه اندازه ریاضی نباشه آماری راجبش صحبت نشه که این رو تایید کنه ولی اون موقع انقلاب بوده اه. که آقای دکارت این رو در واقع پای ریزی کردن براتون بگم که از دیدگاه دکارت متافیزیک ریشه است فیزیک تنه درخته و سایر علوم میشه شاخهای درخت شاخهای درخت و... معرفت اینجوری علم رو یکی در واقع تعریف میکنه آه. میگه مغز ما یکیه اون. هم جز حاصل مغز چیزی نیست پس علم یکیه و اگه یکیه راه رسیدن بهش هم باید یکی باشه راه رسیدنش هم چیزی نیست جز ریاضیات که مطلقه خب م. حالا بریم یه ذره نزدیکتر این یه مقدمه بود که بدیم کار کیه چجوری فکر کنه مقدمه چی دی الان خب پس هستیم فعلا من آب بخورم میخوام یه چیزی بگی حالا چیزی که تو داری میگی فکر کنم بعدا بهش برسیم خیلی این حرفی که میزنی به میتریکس شبیه دیگه اون فیلم معروف میتریکس که سال 1999 آره بذار من اینو جلوتر میگم که چجوری ما اونو به اون رفت میدیم ما که نه چجوری خودشون با هم رفتش دادن بله بفهم اینجا شو اینجا بعد به نظر جالب میشه تا حالا مقدمه بود اینجا بعد این ایده دکارت جالب میشه باقی دکارت اومدن یه کار خیلی پسندیده کردن شک دستوری پیش گرفتن خب یعنی چی الان میگم یعنی اینکه توی روش علم توی روش کسب علم همونطور که نیومد اون جاده کوبیده شده پیشینیان رو دنبال کنه اون رو رها کرد و راه تازه خودش رو پیش گرفت آره اصلا اینجا دیگه رفس قلم صحبت کن نه این از اون دیگه. کتاب است اینو که من که قطعا اینجوری نمیتونم بنویسم ترجمه محمد علی فروغی میگه نسبت به خود علم هم همین شیوه رو اختیار کرد یعنی چی یعنی اون گفت هر چی از پدر و مادر و مردم و استاد و کتاب و هر چی که آموخته بودیم توی ذهنمون بود همه رو نیست انگاشت خب فکر کرد اصلا وجود نداره وجود نداره نه اینکه قلطه. وجود نداره بسات کهنه برچید و طرح نو در انداخت طرح نو انداخت آره اومد جمعی افکار و مفاهیمی که توی مغزش بود و مورد شک و تردید قرار داد شک دستوری اینه خب نه به این دلیل که بیاد مکتب شک رو دنبال کنه که باور دارن علم برای انسان قابل دسترس نیست برای اینکه به این نیت که در واقع به قوه تعقل و تفحص شخصی اساسی در علم به دست بیاره و خب و مطمئن باشه که علمش آریتی و تقلیدی نیست خب چرا این کاری که کار... از اول همه چیز رو بتونه اثبات کنه برای هر اتفاقی که داره میفته بتونه اثبات بکنه خیلی جالب ببین دکارت به اصالت فرد و اندیشه معتقد بود اه. و بالاتر من گفتم که قبلا هم گفتم که علم رو جز حاصل عقل اصلا چیزی نمیدونه بله و چون به اصالت فرد و اندیشه معتقد بود واسه اینکه مطمئن بشه داره اساس کسب علم و اساس علم خودش رو درست پای گذاری میکنه اومد ذهنش رو خالی کرد از همه چیزایی که قبلا آموخته بود مادر پدر کتاب نمیدونم استاد مدرسه فلان همه رو گذاشت کنار کنترل <تص> آل زد آره همه رو گذاشت کنار با این نیت که به با اتکاب قوه عقل خودش و اون حالا اندیشه خودش بیاد یه اساسی تو علم به دست بیاره و مطمئن باشه که آریتی و تقلیدی نبوده این علم بله حالا دوری یه ذره اینجا جالب تر میشه چون همین طوری داریم جالبش میکنیم بایش کنید خب میگه در واقع شک رو راه وصول به یقین قرار داد یا تناقض دیگه پاراداکس مفهومش شک و یقین اینا با هم تناقض دارم ولی شک از شک استفاده کرد که به یقین برسه. برسه چجوری؟ خودش حالا میگه یه وقتی میگه شک دستوری یا مسلحتی اینه یعنی خودخواسته شروع میکنه به همه چیزایی که تو ذهنشه شک میکنه شکر. یه وقتی هم مثلا میگه شک افراتی خودش میگه افراتی کجا افراتیه؟ اینجا میگه که به محسوسات اعتبار نیست خوب. زیرا حس خطا بسیار می کند محسوسات چیزایی که ما حس می میکنیم خب و چون در خواب شخص به هیچ وجه شبهه در بطلان مشروطات خیش ندارد خب یعنی کسی که خواب, خواب فکر نمیکنه به هیچ وجه خواب. خواب فکر نمیکنه که هیچ شک و شبهه ای نداره که این فکر خواب غلطه باطله ندارد و حال که یقینا باطل است خب پس از کجا می توان اطمینان کرد که معلومات بیداری همان اندازه بی نیست و آیا یقین است که من خودم موجودم و دارای جسم و جانم و چگونه می توان دانست که مشیت خداوند بر این قرار نگرفته که من در خطا باشم یا شیطان قصد گمراهی من ننموده است یه دور که من اینجا شو بگم میگه که به احساسات ما هیچ اعتباری وجود نداره احساسات خطا میکنن درست همونطوری که تو تو خوابی و توی وقتی که خوابی اصلا به این فکر نمی کنی که خوابی فکر میکنی همه چیز واقعیه چون احساس دیگه میگه ما کجا میتونیم فکر کنیم که این معلوماتی هم که ما الان تو بیداری داریم همشون معتبره از کجا معلومه که مثلا من این موجودم من جسم دارم از کجا میتونیم بفهمیم که مثلا مشیت خدا نبوده که من این احساسات رو داشته باشم آره. یا اصلا شیطان ما رو گمراهی ما رو نکرده باشه این شیطان آه. که اینجا میگه توی کتاب حالا انگلیسی لفظ انگلیسیش بهش میگن ایول دیمن خب اینجا این خیلی از این ترکیب استفاده میکنن که اشاره کنن به لفظی که حالا دکارت استفاده کرده حالا اونم فرانسوی بوده ولی ایول دیمن بهش میگن میگه که ما از کجا بدونیم اصلا این فکر از طریق اون نمیاد توی ذهن ما ایول دیمن خوب. تو خودت باشه <applause> خب خب ما از کجا میتونیم بفهمیم که این فکرایی که ما داریم این از اونجا نمیاد این دکارت داره میگه خب میگه حتی یقین من به این که دو و سه پنج میشه شاید از شبهاتی باشه که شیطان به من القا کرده همون ایول دیمن و بنابراین کلیه افکار من باطل باشه شک مبالغه آمیز افراتی که داره میگه اینطوری به ساینس شی شک <تصفح> به زن و بچه شی جوری شک نه خیلی جالب آخه بذارید بگم میگه <تصفح> پس فعلا تکلیف من آن است که در همه چیز شک داشته باشم و هیچ امری از امور را یقینی ندانم درست خب پس گفتش که به محسوسات هیچ اعتباری نیست همش میتونه غلط باشه از کجا ما بدونیم این معلوماتی که توی حالا دنیای بیداری هم داریم درسته و مثلا مشیت خدا نیست از طرف شیطان نیومده یا هر چیزی پس فعلا تا وقتی که من جواب این سوال رو ندارم میام به همه چیز شک میکنم هیچ امری از امور را یقینی نمیدانم این تا همینجاش موضوع این قسمت ماه ولی من ادامه بدم بگم دکار چیکار کرد که به اون جمله معروفش برسه دوباره برمیگردیم به موضوع این قسمت ادامه میده که چون ذهن به کلی از قید افکار پیشین رها شد و هیچ معلومی نماند که محل اتکا بوده و مشکوک نباشد یعنی همه چیز رو گذاشت کنار اینجاش خیلی باله میگه متوجه شدم که هر را شک کنم این فقره را نمیتوانم شک کنم که شک میکنم بعد چون شک میکنم پس فکر دارم و می اندیشم پس کسی هستم که می اندیشم اثبات کرد پس اگر می اندیشم همین گفتش که میاندیشم پس هستم پس نخستین اصل معلومی که بعد از شک کردن به همه چی به دست اومد اینه که میاندیشم پس هستم یعنی اثبات کرد که وجود داره ولی اینکه چی وجود داره رو هنوز نتونسته اثبات بکنه شاید... بهش میرسیم یه ذره تو خمره است. آره اثبات کرد که یه شما... چیزی هست اثبات جان کرد که اینجوری گفت گفتش که شروع کرد به همه چیز شک کردن ذهنش از همه آموختهای قبلیش کنار گذاشت با فرض اینکه ممکنه اینا از بیرون داره بهش القا میشه ولی گفت اینو نمیتونم رد کنم به هر چیزی من شک کنم به این یه میتونم شک کنم که دارم شک میکنم آه. پس موجودی هستم که فکر دارم و میاندیشم و شک میکنم و میگه میاندیشم پس هستم یعنی وجود دارم حالا یه اشاره هم بکنم کوچیک بهش ایراد گرفته میشه که تو که میای میگی همه یه چیزایی که قبلا آموختی به شک میکنی و اونا رو میذاری کنار چجوری اومدی از برهان استفاده کردی سغرا کوبرا هم. چید دیگه آره. سغرا منطقی چید که حالا من فکر میکنم هر موجودی که فکر میکنه زنده است اگه A B رو بده بی سی رو بده A C رو میده میگه که من فکر میکنم هر موجودی که فکر کنه زنده است پس من زنده بهش ایراد گرفتن که اصلا سغرا کوبرا تو اس... چرا کوبرا استفاده کردی چرا این برهان استفاده کردی و اینکه اصلا اثباتش هم نکردی که هر موجودی فکر میکنه زنده است. که اینو من جوابم داشته خودش اصلا خارج از حوصله بحث امروز ماه ولی آره باقا. اینا چیزای جالبی خب خب پس اومد اثبات کرد که سلام میاندیشم پس هستم یه ذره میخواهید از اون فیلمی که دیدی برای ما بگی کسایی که ندیدن خب واقعا ببینید ماره 27 سال پیشه 1992 ببخش 20, 20 سال بیشه. پیشه و این اسم فیلمو ای دیگه ماتریکس گفتم دیگه در ماتریکس هم این صحبت میکنیم ماتریکس هم دقیقا تقریبا همین میگه کانسپت اصلیش اینه که موقعی که هوش مصنوعی وارد زندگی انسان شد اینا انقدر در هوش مصنوعی پیشرفت کرد و باهوش شد که اومد شروع کرد و زندگی انسانها رو تحت تاثیر قرار دادن حالا چه جوری این کار کرد شروع کرد حالا حک کردن توی سیستم های کامپیوتری که وجود داشت و زندگی آدم ها رو مختل کرد و حالا انسان ها به خاطر اینکه بیان جلوی این هوش مصنوعی رو بگیرن اول فکر کردن که بیان در واقع یه حاله یه در واقع مثل ابر تور درست بکنن که دیگه خورشید نیاد در نور خورشید به زمین نتابه که این ماشینه از بین بره و دیگه نتونه ادامه بده که خاموش بشه و اینا بتونن حالا برگردن به زندگی عادیشون ولی اون ماشینه با بود فهمید که میتونه از انسانها مواد اولی از بچه های انسان مواد اولیه پیدا بکنه و خودش رو به خودش انرژی بده و پیشرفت بکنه برای همین شروع کرد یه سری ربات ساختن که در واقع شروع کرد مزرعه انسان درست کرد که انسانها رو دیگه یه به قول معروف از سر درخت میچید دیگه از کار دیگه ای به دست نمی بعد حالا اتفاقی که میفته یه آقایی هست به نام نیو و یه سری حالا اطرافیان و اینا میخوان این ماشینه رو خاموش بکنن توی حالا کارهایی که دارن انجام میدن و میگه که تمام آدم هایی که هستن به یه سیستم اصلی وصلن و, و همشون دارن توی کامپیوتر سیمیلیشن دارن زندگی میکنن دقیقا همین جاش این نکته که از حالا حرفای دیکارت و این فیلسوفا گرفتن میگه هستن یعنی وجود دارند ولی دارن توی یه چیز مجازی زندگی میکنن تا اینکه توی چیز آره. واقعی. اون سیمولیشن کامپیوتری اون شبیه سازی کامپیوتریه در واقع داره به ذهن اینا القا میکنه که شما حالا وجود دارید دارید این کارا رو میکنید حالا ادامه بده بعد همینطوری در واقع اینا مردم هم توی زندگی عادیشون در واقع توی اون سیمیلیشنه تو اون شبیه سازه دارن زندگی میکنن و یه سری آدم دیگه هم هستن که از اون شبیه سازه باخبرن و توی دنیای واقعی هن. برای همین میره این یکی از این کسایی که حالا کاپیتان اون قضیه است میره یه نفر رو پیدا میکنه میگه این میتونه ما رو نجات بده خلاصه میرن توی اون شبیه سازه خودشون رو میبرن توی شبیه سازه و به طرف میگن که بیا و حالا ما میتونیم یه دنیای دیگر رو بهت نشون بدیم اونم حالا از همه جا بی خبر خلاصه میاد و بهش توضیح میدن که چه اتفاقی افتاده صد سال پیش اتفاق افتاده و انسان ها صد ساله که دارن توی شبیه ساز زندگی میکنن و حالا اون سیستم کامپیوتریه و اون شبیه سازه یه سری آدم داره به نام ایجنتس که مثل آنتی ویروس عمل میکنن دیگه که اگه ببینن کسی داره کار اشتباهی انجام میده سعی میکنن از بین ببرنش و حالا کل فیلم جنگ بین اون سیستم اصلی و اون ای آی مثلا هوش مصنوعیه و این انسان های اندکی که وجود دارن که بتونن از بین ببرن آره خلاص ایده فیلم چی بود این بود که میتونه یه سیستم یه سوپر کامپیوتر یه کامپیوتر خیلی قوی وجود داشته باشه که این شبیه سازی رو برای حالا اون انسان ها ایجاد کرده باشه حتما ببینید اگه ندیدید یکی از فیلم خیلی خیلی مهم تاریخ سینماست آره و این کامپیوتره میتونه یه ایلوژن یا یه تصور واهی برای اون آدما ایجاد کنه که اینا دارن واقعا زندگی میکنن ایده همینه ایده از همین فکرهای دکارت اومده میگه که دکارت حالا این داستان ایول دیمن رو توی قرن 17 معرفی کرد بعد که داستانی که خب ممکنه حالا یه موجود دیگه یا هر چیزی این فکرها رو به ذهن ما بفرسته این سیگنال ها رو به ذهن ما بفرسته و در واقع یکی داره ممکنه ما رو گول بزنه تو سال 1973 قرن بیستوم آقای گیلبرت هارمن اومد آپدیت کرد به روز رسانی کرد این فکر دکارتو چجوری, چجوری؟ اینجوری و گفت تصور کنی که یه دانشمند حالا عصبانی بوده که میاد مغز رو میذاره توی خمره توی یه شیشه حالا توی یه مایهی میذاره تو اون شیشه که مغز زنده بمونه نه تنها مغز زنده بمونه این مغز رو وصل میکنه به یه سوپر کامپیوتر که این سوپر کامپیوتر بتونه به مغز یه سری سیگنال بفرسته شبیه سازی رو انجام بده و این تصور رو برای مغز به وجود بیاره که داره زندگی عادیش رو انجام میده این سیگنال ها چجوری همون در واقع الکتریکال ایمپالس هایی هن که تو حالت عادی مغز از اندام های بدن دریافت میکنه نورونا یه سری اطلاعات بهشون میرسه در واقع مثلا میگن فایر میکنه و این تصور ایجاد میشه که ما داریم مثلا میگم من به مبل است میزنم چشم من داره ایمانو می‌بینه و مثلا دارم تنفس میکنم و اینا و دقیقا همین شبیه ساز کامپیوتریه میتونه عین همین کار رو تو حجم گسترده انجام بده مهم. فرض کنید این دنیایی که ما توشیم میتونه همه ای اینها یه سری مغز باشن توی یه سری شیشه که اینو به این کامپیوتر متحد مرکزی وصلن و این کامپیوتر به صورت سینکرونایز هماهنگ یه سی... همه رو کنترل یه سیگنال هایی میفرسته که منطقی هن. یعنی اینا باگی توش نیست یعنی به این مغز مثلا به مغز ایمان سیگنال میفرسته که من, اینجا, من می که اینجا هست به مغز منم سیگنال میفرسته که ایمان اینجاست به مغز من سیگنال نمیفرسته که مثلا فرهاد اینجاست حالا زیز جالبت بگم این یه تیکش هست توی این فیلمه که اینا دارن یه کاری انجام میدن بعد طرف برمیگرده میگه که دژوو حالا موقعی که شما یه اتفاقی افتاده رو دوباره میبینید بعد برمیگرده بهش میگه نه نه یعنی چی دژوو گفتش که آره یه اتفاق افتاد الان دیدم اون نه نه این یه باگ کامپیوتریه و وقتی اتفاق میفته کامپیوتر داره یه درست میکنه و بعد حواست باشه مثلا داره یه اتفاق بدی میفته وقتی که دیجاوو میبینی یه آره. شبیه سازی هست بعد و این در واقع تفکر این احساس رو برای مغز ایجاد میکنه برای مغز از بدن جدا شده ایجاد میکنه که بدنی هست و داره به زندگیش ادامه میده بعد حالا من اینو به شما میگم میگم که حالا یه سری فلاسفه هم به این فکر کردن و اینا که آقا ما این بدن رو نداریم مثلا این دنیا وجود نداره ما همه مغزیم یه کامپیوتر داره این سیگنال رو به مغز ما میفرسته نه از علمی شدنیه ولی من اینو به هر کی بگم شما طلاش... انجام بدی نه که الان بتونیم انجام بدیم من الان بدی. میتونی خونه من <تصفح> <تصفح> که از از شدنیه یعنی یه چیزی که میتونه این اتفاق بیفته اه... ولی من اینو بگم همه میخوایم تلاش کنیم بگیم که نه اینجوری نیست و من مثلا میدونم که وجود دارم و واقعیم نکته جالب کجاست؟ نکته جالب اینجاست که این مغز توی شیشه هیچ وقت تاکید میکنم هیچ وقت نمیتونه بدونه که مغز توی شیشه است یا مغز توی جمجمه است دلیلش هم راحته یه مثال دیگه بزنم فرض کن یه دره خیلی عمیقی وجود داره فرض کن یه جایی که مثلا یه سری آدم اونجا زندگی میکنن قضا و نم امنیت و اینا دارن که زندگی کنن ولی هیچ راهی به دنیای بیرون ندارن تنها راهشون فرض کنید این باشه که یه هلیکوپتری بیاد مثلا یه سری اخبار رو مثلا ماهی بار یه بار هفته یه بار دست اینا برسونه به دست اینا به دست اینا, اینا به هیچ وجه هیچ راهی ندارن که از اون دره مثلا بیان بیرون ببینن بقیه دنیا چه خبره چه اتفاقی میفته تو اون وضعیت هر چیزی که اون هلیکوپتر بگه رو باور میکنن آره هیچ راهی ندارن دیگه مغز ما هم همینه این تصوری که من از واقعیت دارم از این دنیا دارم تماما همین سیگنالایی که به مغز من رسیده تنها راه ارتباطی همینه پس مغز من هیچ وقت نمیتونه بفهمه که توی جمجمه است یا توی شیشه تو کاسه تمام شد ببین فلسفه است دیگه یه فکری رو ایجاد کرد یه سوالی رو مطرح کرد که ما هیچ وقت هیچ آزمایشی نمیتونیم انجام بدیم که راستی آزمایش کنیم که بفهمیم واقعا ما تو جمجمه ایم و این بدن رو داریم یا نه اصلا بدنی وجود نداره و ما توی شیشه ایم. حالا اثباتی که دکارت کرد چیه ما برگردیم به اون اونجا که میگه میاندشم پس هستم اثبات نمیکنه که گول نمیخوره یعنی حالا به حرف خودش اون شیطانه بهش سیگنال نمیده فکر رو نمیذاره تو سرش یا به ترجمه امروزیش مغز توی شیشه نیست این رو اثبات نکرد چیزی که اثبات کرد اینه که یه چیز متفکره دقیقا یه چیز نه انسان نه مغزی یه چیز متفکره این تنها چیزیه که میگه میتونیم ازش مطمئن, باشیم اه. یه چیز متفکری و دو حالت داره یا واقعا دنیا وجود داره و همینی که هست و ما داریم تجربهش میکنیم یا یکی داره ما رو گول میزنه حالا به قول دکارت میتونه شیطان باشه به قول ماتریکس و اینا میتونه یه سوپر کامپیوتر باشه که این ایده ها رو به ذهن ما بفرسته این سیگنال ها رو به مغز ما بده که در این صورت باید یه مایی وجود داشته باشه که گول بخوره خب یعنی تو بخوای درست. بری یکی رو گول بزنی باید یکی وجود داشته باشه اول که تو گولش بزنی بله هرچند واقعیت اشتباه رو داری به مغزمون منتقل میکنی ولی باید یکی وجود داشته باشه دکارت این رو اثبات کرد که چه ما واقعا همینیم و داریم دنیا رو تجربه میکنیم چه نه اینا داره به ذهن ما میاد ما وجود داریم که این اتفاق میافته اینکه چیم اون مشخص نیست وجود ما پیجوری نمیتونه مشخص بشه هیچ وقت ما نمی... یعنی هیچ راهی اصلا نداریم براش که بفهمیم که ما تو شیشه ایم یا نه خیلی زیبا و اصلا خوش میگذره آدم به این چیزا فکر کنه اصلا چیز ترسناکی نیست اینا سایفای هم نیست ساینس فیکشن علمی تخیلی و هم نیست یه فکر فلسفیه که میشه آدم داشته باشه بهش بپردازه ترجمه میدید تو کاسه باشی یا نه به این نکته همینه اصلا مگه فرقی میکنه همون هم نه هم فرق نمیکنه ولی ترجیحا مثلا دوست داشتی اصلا فرقی نمیکنه ببین من اگه نتونم چیزی رو اثبات کنم و نتونم روش تاثیر بذارم ببین یه فرق میکنه دیگه تو اگر که تو کاسه باشی تمام بود و نبود دست یکی دیگه است تو کاسه نباشی دست خودته اونم ندیگه یعنی حتی ممکنه تو کاسه هم نباشی ولی فکر تو بتونه از یه جای دیگه ای کنترل بشه آره حالا طرف تخیلی نمیخوایم بزنیم نه بزن نه نمیخوام بس <اومان> آدم نیستم <تصفح> حرفه ولی ببین داستان, اینه. داستان که وقتی تو نتونی چیزی رو اثبات کنی وقتی نتونی روش کوچکترین تاثیری بذاری حالا فرض کن مغز من توی جمجمه است یا مغز من توی کاسه است بله چه فرقی برای من داره من اگه این برداشت رو دارم که من توی این اتاقم داریم پادکست سب میکنیم ایمان کنار منه بله چینیمونم رفت چه واقعا بله چه واقعا این اتفاق افتاده باشه بله چه سیگنال اومده باشه تو ذهن من واقعیت من اینه دنیای من اینه و هیچ راهی هم براش نداریم دیگه خیلی این فیلم ماتریکس هم بعضی موقع آدم میبینه چیز میشه اذیت میشه حالا ببینید الان ساختم این دیکارت قرن 17 پیش خودش نشسته از این فکرها کرده واقعا لذت بخش خیلی خوب جالب داری بگی دیگه جالب من دارم اپیزود جالب, هفته بگم یه بذارم برای چیز آره من ندارم بذارم برای بعد آره دیگه هیفه رو این جالب بیاییم آره از از خودت راضی باش نه از خودم که نه بابا از این مفاهمی که دنیا با داره اوکی من یه صحبتی هم بکنم اول که تو خودت باش تو خودت باشه بگیم <تصح> <تصح> یه دوست گلی به ما گفتن نخندید خیلی بعد میخندین و اینا ولی خب قبلا در این مورد بحث شده بود و گفته بودن که اوکی ما دوست داریم که انقدر خودمونی و مثلا خنده رو ما ادید نمیکنیم کنیم اگه واقعا خیلی بده بگید ما میتونیم اونا رو حالا ادید کنیم خودت یا خودت کم دیگه کنیم. آره. بعد چیز دیگه ما که یه وقتای ازن... زنگ میزنه بهت کی؟ ایمان یه موضوع جالب مثلا اونو میگه همچه قشقش میخند و بعد هم قطع میکنه میره مثلا... دیگه کارش همینه یه چیز دیگه یه بحث دیگه هم که هست ما گفته بودیم که میخوایم تا اپیزود تا هفته 20 رو بریم الان دو به شکیم که تا 25 بریم یا تا 20 که اونم حالا اعلام میکنیم اگر که رسیدیم الان هفته 18 همه ماست یعنی یا دو آره، هفته یعنی دیگه. این فصل رو کی تموم کنیم یا استراحت بکنیم بعد آره همینطوری که داریم پیش میریم میخوره بهش که برسه به هفته 25 ولی آره یه سری ویدئای لوجستیکی داریم ممکن تا 25 آره تا 25 بریم بعد همین دیگه تموم بریم پرشم بیان بریم خیلی خوب ما توی تا فضای مجازی اون خودکسته توی تلگرام تویتر فیسبوک اینستاگرام یوتیوب و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام برای ما خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و هفته دیگه با نه پنج شنبه با یه موضوع جدیدی برمیگردیم فعلا خدافظ